حکایت مورچه و زنبور. یک روزی بود و یک روزگاری، چند تا مورچه در خانه خرابه‌ای لانه داشتند و سالها در آن زندگی می کردند. یک روز چند تا زنبور درشت سرخ هم به آنجا رسیدند و در شکاف دیوار خانه لانه کردند و مورچه ها و زنبورها هر کدام مشغول کار و زندگی خودشان بودند. عده مورچه ها خیلی زیاد بود و پدرها و مادرها و پسرها و دخترها و نوه ها و نبیره ها و نتیجه ها همه در یک لانه بزرگ و تو در تو و پرپیچ و خم زندگی می کردند. و همانطور که رسم مورچه هاست، تابستان ها در باغ و صحرا و گوشه و کنار پخش می شدند و از صبح تا شب دانه جمع می کردند و انبارهای خود را لبریز می کردند و زمستان به استراحت می پرداختند. یک روز زنبور درشت بر سر دیوار نشسته بود و تماشا می کرده. دید یکی از مورچه ها یک دانه توت خشک را نیش گرفته و می خواهد به لانه بیاورد و چون زورش نمی رسید سرازیر شده بود و عقب عقب دانه را با خودش به بالای دیوار می کشید. اما همین که به نیمه راه رسید توت خشک از نیشش افتاد و چند دفعه مورچه آن را از زمین تا نیمه راه آورد و افتاد تا این که عاقبت یک بار توانست توت خشک را به بالای دیوار برساند و دانه را لب بام زمین گذاشت و پهلوی آن ایستاد و از زور خستگی یک آه کشید و گفت آخ ای خدا جان، خسته شدم. زنبور که از صبر و حوصله مورچه تعجب کرده بود پرواز کرد و آمد پهلوی مورچه نشست و گفت خسته نباشی، لابد میدانی که ما همسایه ایم و ما هم در شکاف همین دیوار خانه داریم. مورچه گفت متشکرم، بله میدانم، هر کسی به زندگی خودش مشغول است. زنبور گفت بله زندگی، اما این چه کاری است که شما ها می کنید؟ مورچه گفت کدام کار، مگر ما چه کار می کنیم؟ زنبور گفت هیچی، کار شما این است که تمام سال از اینجا و آنجا دانه های خوراکی پیدا می کنید و با هزار زحمت و مشقت آن را به خانه می کشانید و انبار می کنید و من تعجب می کنم که با این شکم کوچکی که شما دارید چقدر طمعکار و حریص هستید. مورچه گفت نمی فهمم که چه می خواهی بگویی، مگر غیر از این کاری که ما می کنیم کار دیگری هم هست؟ ما تابستانها کار می کنیم و زمستانها در لانه می خوابیم و از پسنداز خودمان می خوریم. مگر شما زنبورها چه کار می کنید؟ زنبور گفت ما هیچ وقت زحمت دانه کشیدن و انبار کردن به خود نمی دهیم. ما در فصل تابستان بهترین خوراک ها را می خوریم و آنقدر می خوریم که تمام زمستان سیر هستیم و می خوابیم تا دوباره تابستان بیاید. مورچه گفت بسیار خوب، شما آنجور هستید، ما همینجور، عیسی به دین خود و موسی به دین خود، همه که نبایند یک جور باشد، هر کسی سلیقه‌ای دارد و راه و رسمی دارد. شما زحمت نمی کشید، مال مردم را می خورید و مردم هم از دست شما راحت نیستند، همه هم به شما بد و بیرا می گویند و ولی روزی ما حلال است، از دانه های صحرا، از شکرهای ریخته، از باقی مانده خوراک حیوانات و مرغ ها، کاری هم به کار مردم نداریم. این است که شاعر از ما تعریف کرده و گفته میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جانش شیرین خوش است. اما شما را به بدی یاد می کنند و شاعر گفته زنبور درشت بی مروت را گوی، باری چو عسل نمی دهی نیش مزن،
زنبور گفت این حرفا مال اشخاص ناتوان است. شماها دلتان را به این خوش می‌کنید که مورچه هستید و بی‌آزار هستید و شاعر از شما تعریف کرده، اما هرگز از زندگی چیزی نفهمیده اید. هرگز گوشت دکان قصابی را نخورده اید. هرگز انگور آویزان زیر داربست را نچشیده اید. یک روز هم عمرتان سر می آید و می میرید و هیچ حظی از زندگی نبرده اید. ولی ما وقتی می میریم مغمون نیستیم. هم عیش دنیا را کرده ایم و هم با نیش خود از دشمن انتقام گرفتیم و ارزش یک روز عمر ما از یک سال عمر شما بیشتر است. من می خواهم شاعر هم 70 سال سیاه از ما تعریف نکند. مورچه گفت مگر شما گوشت دکان قصابی را هم می خورید؟ زنبور گفت به، پس اگر خبر نداری امروز همراه من بیا تا ببینی ما چه کارها می کنیم. مورچه گفت من که نمی توانم همراه تو پرواز کنم. اگر راست می گویی مرا همراه خودت ببر تا تماشا کنم و یاد بگیرم. زنبور مغرور که میخواست افتخارات خود را به مورچه نشان بدهد، مورچه را نیش گرفت و آورد دم دکان قصابی زمین گذاشت و گفت اینجا باش و تماشا کن. بعد زنبور پرواز کنان آمد، روی دنبه گوسفندی که به قلاب آویزان بود نشست و چون قصاب آمد گوشت بردارد، زنبور ترسید و پرید بالاتر. اما مرد قصاب که از جنجال زنبورها اوقاتش تلخ شده بود، ساطور خود را بلند کرد و زد روی بدن گوسفند و چند تا از زنبورها را کشت و زنبورهای نیمه جان ریختند روی زمین و زنبور همسایه مورچه هم یکی از آنها بود. آن وقت مورچه که در گوشه‌ای نگاه می کرد آرام آرام آمد جلو و زنبور رفیق خود را پیدا کرد و به او گفت خیلی متاسفم، ما اینطور زندگی را که هر آن خطر جان در آن است نمی پسندیم. اما زنبور مرده بود و جوابی نداد. مورچه هم پای زنبور را گرفت و او را کشان کشان به خانه برد و از همان دیوار بالا برد و پهلوی همان توت خوش گذاشت و مورچه ها را خبر کرد و گفت بیایید بدن این زنبور را از هم جدا کنید، زهرش را دور بریزید و گوشتش را بلانه ببرید، زمستان به درد می خورد. با تشکر از اینکه تا آخر این داستان با ما همراه بودید.